شعر و ادبیات و تئاتر و اینجور قرتی‌بازی ها مناسب حال غربیاست که جنگاشونو کردن و سنگاشونو وا کندن با خودشون. رنسانس و روشنگری داشتن، ولتر و مونتسکیو و روسو داشتن، جنگ جهانی داشتن. بله، جنگ جهانی اول و دوم داشتن، اما همین هنر و ادبیات مورد بحث شما هیچ کمکی به جلوگیری از این جنگ ها نکرد. هیچ. تو همین اروپا اگر هنر ادبیات نبود از کجا معلوم این تاریخ خونین‌تر نمی‌شد؟ رنجورتر، آدمسوزی‌های بیشتر. آفرین. تو ایران خودمون چی؟ هنر ادبیات از کدوم فاجعه تونست جلوگیری کنه؟ آقا جون، کلش یه کلمه. ما صادق دهت نمی‌خوایم. آفرین. انتلکتوال افسرده مال پاریسه که غرق در خوشیه. روشن فکر دپرس می‌خواد واسه پوز ناخوشی. نه توی این مملکت فشل اسهال خونی و حسب و وبا. اصلا کدوم یکی از این آقایون شاعر همپالگی شما تا الان تونسته یه گره کوچیک واکنه از کار این ملت؟ شعر و شاعری که دیگه ول معطله. البته ببخشید این تفکر یکم فاشیستیه. بفرمایید حواس یه رضاخان دیگه کردین ها. داستانم مرغ و تخم مرغ دیگه. دیکتاتور روشنفکر رو مریض میکنه، روشنفکر مریض دیکتاتور رو احضار میکنه. آفرین. ضمن اینکه تو این سال ما شاعر مبارز کم نداشتیم. شما از فراخی یزدی بگیر تا میرزاده عشقی، نیما یوشیج، احمد شاملو. اتفاقا همین چند وقت پیش با آقای شاملو صحبت میکردم. جدی میگی؟ آره، البته بعد از آزادیشون از زندان. منم 3 روز زندان بودم. منم 24 ساعت. فارغ از همه این حرفا، معتقد شعرش اجتماعیه. میگه سیاست پستر از اونه که حتی بخواد گردش به دامن شعر بشینه. اما به نظر من جناب ارشد، سیاست فره بر فرهنگه. کثیری از مشکلات زیربنایی هر مملکتی ریشه در عقب‌ماندگی فرهنگیشون داره. در واقع رابطه‌ای هست بین حکومت کننده ها و حکومت شونده ها. موافقم. هر چقدر که گروه دوم از درک و آگاهی شعور بالاتری برخوردار بشه، گروه اول نمیتونه هر کاری که دلش خواست انجام بده. دقیقاً، اینو موافقم. دوستان اجازه بدین یه چند شایی من کاسب بشم. اشکالی که نداره. نه. میخوام آنونس یه پیس جدیدو براتون بخونم که به تازگی ها حسن هنرمندی ترجمه کرده. شام طولانی کریسمس. فکرشو بکنید دهه هاست یه تعداد شخصیت دور میز شام کریسمس نشستن. خیلی گروتسکه. یه جورایی هم منو یاد عید نوروز خودمون میندازه. چطور مگه؟ فکرشو بکنید سالها میاد و میره. هر سال عید نوروز داریم اما انگار قرار نیست هیچ چیزی عوض شه. گشنه ها گشنه تر میشن، پولدارا پولدارتر. چی شد فرا؟ ببخش منو. چی شد؟ ببخشید فکر کنم مامان کاری داشته. نه، اومدم اینجا کتلو باش. پس من اشتباه فهمیدم. صرفا حسن تصادف که بنده رو در مسیر شما قرار داد. شاید هم شر تصادف. این دیگه بسته به نوع نگاه شماست. و البته موضوعی است که ممکنه براتون پر اهمیت باشه یا بی اهمیت. ببینید جناب فولاد چکن، فکر کنم دیگه وقتش این بازی موشو ببره کنار بذاریم. من میدونم شما هم میدونین که الان چند وقت بعد از اون احضار نافرجام سایه به سایه دنبال منی. چقدر جالب. حالا متوجه نشده بودم. اگر با اون لحن ملیتون به سخره نگیرید حرفای من رو، تردید ندارم که امروزم اینجایی تا یک موضوع بی اهمیت دیگه رو به من بگید. عجب، اینم نمیدونستم. بسیار خوب، این بیشتر از این غافلگیرتون نمیکنه. روزتون خوش. سب کنید آقا، یه دم آمندی خبر رسید از مرز آسترا، البته موثق، که خانم آذر گلدره‌ای همین چند روز پیش موقع تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور دستگیر شد. حالا شما بفهمید این فقره اهمیت داره یا نداره؟ نه، فعلا لازم نیست چیزی بگید. به زوری هم دیگه رو ببینید.